دوستان گرامی بینندگان عزیز با درود فراوان به همه شما امیدوارم که امروز هم بتوانیم با هم دیگر یک قسمتی دیگر از کتاب کلمات مکنونه این اثر لطیف و زیبای حضرت بها الله رو گفتگو کنیم نکته که در کلمات مکنونه نباید فراموش کرد این هست که در این کتاب مبارک بسیاری مسائل اگرچه به صورت عرفانی و بسیار مختصر و در واقع مکنون گفته شده ولی بعدها در طول دوران رسالت چهل ساله حضرت بها الله در کتب و آثار ایشون به تدریج این تقمه حکمت لدنی کلمه ایست که حضرت بالا برای آیات و کلمات خودشون میفهمان تخم های حکمت لدنی کم کم شکفته شده و به صورت نهال و درخت و سمره و میوه رسیده تا اواخر ایام حیات حضرت بها الله 1892 بسیار از نکات عرفانی عمیق پنهان و پوشیده در این کلمات و مکنونه خیلی مختصر به صورت تعالیم و احکام و دستورات عمومی شمای حضرت بحالا باز و آشکار شد و شکفته شد و میوه های خودشون در اون آثار مبارک پدیدار کرد حالا امروز یکی دو فقره از کلمات مبارک مکرونه رو با هم زیارت میکنیم یکی فارسی یکی عربی که نشون داده میشه این اساس و محور تعالیم و دستورات اجتماعی حضرت با که وحدت عالم انسانی و وحدت نوع بشر هست چطور در همین کلمات مکرونه موجود بوده؟ در یکی از کلمات مکنونه های فارسی میفهمان ای برادران با یکدیگر مدارا نمایید و از دنیا دل بردارید به عزت افتخار من نمایید و از ذلت ننگ مدارید قسم به جمالم که کر را از تراب خلق نمودم و البته به خاک راجع فرمایم البته فراموش نکنید که که حضرت با حالا میفرمایند به عنوان جانشین بودن و مطلع و مرجع خداوند برای نوع بشر بودن امر میفهمان و همونطور که در قرآن بارها نازل شده در آیات قرآنی که خداوندی هست و برای او له امر و برای این خداوند عالم امر هست و عالم خلق عینا خب این اصول الهی دیانت ها که عوض نمیشه خلقت خدا که عوض نمیشه همینی که در دیانت از با همین مسئله هست که خداوند هست که حق هست و برای او عالم امر هست عالم پیغمبران هست که وقتی از با حالا این عوامر رو میفرمایند در حقیقت به نمایندگی از طرف خدا میفرمایند این کلام خداونده که واسطه خدا و بشر که پیغمبران هستند برای ما میگن پس وقتی اینجا میفهمن قسم به جمالم که کل را از تراب خلق نمودم و البته به خاک راجع فرمایم این بیان الهی است که به زبان حضرت با گفته میشه خیلی نتایج جالبی ما میتونیم روی این فقره فکر کنیم و بگیریم اول همون چند کلمه اولش هست که چقدر در دنیای امروز برای جلوگیری از جنگ ها جنگ های بین دو کالچر که الان سال هاست صحبتش هست و سایر مسائل خطرناک بین ولی جلوش گرفته بشه همین چند کلمه از با الله که همه دنیا رو برادران خطاب میکنن میفهمن ای برادران با یکدیگر مدارا نمایید خب این مدارا که به یک نحوی کلمه تولرانس سازش با دیگران تحمل دیگران قبول کردن عقای دیگران همه اونها شامل مدارا میشه که متاسفانه متاسفانه روز به روز این حالت مدارا بین افراد بشر بین فرقه های دیانت بین نژادها ها و ایدئولوژی های مختلف و بین کالچر های بزرگ دنیا کمتر میشه روز به روز خطر تروریسم زیاد میشه برای جلوگیری از تروریسم امنیت نگه داشتن در مملکت ها سختتر و مشکلتر میشه امروز هرکس در اروپا و آمریکا و جاهای دیگه با هواپیما سفر کنه میبینه که از ترس مسائل امنیتی چقدر مشکل برای هر مسافر هواپیما پیش میاد و چقدر میلیونها و میلیاردها خرج حفظ این امور امنیتی دنیا هست چرا برای اینکه بشر با هم مدارا نمیکنه اینه که میگیم هر کلمه ای که از با فرمودن در واقع دوای درد بشر بوده که بشر چون گوش نکرده هر روز ابتلاعاتش مشکلاتش بیشتر میشه بعد از دنیا دل برداشتن و قانع بودن قناعت کردن که اونم در کلمات دیگه این کتاب مبارک پیش آمده بحث مفصلی است که چقدر این حریص بودن نوع انسان به این انوایرمنت به این محیط زیست لطمه میزنه که حالا کنفرانس های بزرگ بین میشه ولی چون ملت حاضر نیست از, ماشین سنگین و گرونشون دست فرد. حاضر نیست از های بیهوده هوایی جلوگیری کنن حاضر نیستن قناعت کنن و از مصرف بیش از اندازه جلوگیری کنن روز به روز مسئله محیط زیست و زیاد شدن گرمای خطرناک محیط کره ارز خطر برای بشر میاره بگذاریم ها رو از این جزئیات که همه شما به با اون وارد هستید میخوام بگم چقدر در بوتون این کلمات این مسائل در واقع پایه های روحانی جلوگیری از این مسائل که افته شده بعد این که میفهمن قسم به جمالم از با حالا در کلمات ها فارسی فقط در سه مورد قسم میخورن و این قسم و جمله بعدش پایه است که تعالیم عمومی حضرت باحالا ساده شد و رفته رفته اون میوه های درخت آین جدید خداوند به ظهور رسید مسئله وحدت عالم انسانی و یگانگی نوع بشر پایههاش در همین جمله آخر این بیان مبارک است که میفهم قسم به جمالم که کل را از تراب خلق نمودم و البته به خاک راجع فهم. اینکه انسان از تراب اومده از خاک اومده و به خاک برمیگرده خب در تمام ادیان بوده در هر دیانتی اون مسائل اساسی روحانی تکرار میشه منتها چون این خورشید دیانت تازه دمیده و بهار دوباره آمده در فصل بهار با همون خورشید الهی گلها رو شنمو میکنه در حالی که با خورشیدی که تو زمستون بوده دیگه نمیتونن اون گلها رو شنمو کنن و این است که ایمان افراد دین جدید رفتار اونها اعتقادشون عشقشون به خدمت به نوع بشر بالکل حالت دیگه ای به خود میگیره